مسلمانان چین که در مناطق غربی این کشور زندگی می کنند، بیش از 4 دهه است که زیر ظلم و ستم حکومت مرکزی این کشور قرار گرفته و حتی گاهی از اولین حقوق خود محروم بودند. این وضعیت در حالی بوده که حتی گزارش هایی درباره برنامه و طرح‌های محرمانه دولت مرکزی چین برای تهدید نسل و کاهش جمعیت مسلمانان چین در رسانه های مختلف منتشر شده است. حالا رئیس جمهور چین هم طی اظهاراتی درباره جهتگیری اسلامی در این کشور اظهاراتی را مطرح کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین در بازدید از استان مسلمان نشین سینکیانگ در غرب این کشور در مورد نحوه جهتگیری اسلام در کشورش سخن گفته. او در اظهاراتی گفت باید تلاش‌های بیشتری برای حفظ این اصل که اسلام در چین باید جهتگیری چینی داشته باشد و با جامعه سوسیالیستی منطبق باشد انجام شود و افراد مذهبی باید از نزدیک حول حزب و دولت متحد شود. رئیس جمهور چین در این دیدار افزود ادیان در کشور ما باید با اصول جامعه سوسیالیستی که توسط حزب حاکم کمونیست چین دنبال می شود سازگار شود. او همچنین بر تقویت حس اجتماعی قوی برای ملت چین، ترویج مبادلات، تعاملات و ادغام میان گروه‌های قومی مختلف تاکید کرده است. رئیس جمهور چین با تاکید بر اهمیت هویت فرهنگی، خواستار آموزش و راهنمایی مردم از همه اقوام برای تقویت هویتشان با سرزمین مادری، ملت، فرهنگ، حزب کمونیست و سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی شد. گفتنی سازمان ملل، گروه‌های حقوق بشری و برخی از کشورهای عمدتا غربی چین را به زندانی کردن 1 میلیون مسلمان اویغور و آزار آنها متهم می‌کنند. چین بدرفتاری با زندانیان اویغور را رد کرده و مدعی است نگهداری از آنها در مجموعه‌های بازپروری نوعی آموزش عقیدتی و سیاسی برای جلوگیری از تبدیل شدن استان سینکیانگ به سوریه دوم است. جمله‌ای آشنا که بسیار آن را شنیده‌ایم. آن هم از سیاستمدارانی که از آن برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کنند و به دنبال این هستند که مردم خود را از این راه به سکوت در برابر ظلم و بی‌عدالتی وادار کنند. گفتنی است چین همچنین از سوی گروه‌های حقوق بشری به ایراد فشار بی‌امان به قوم اویغور در استان سینکیانگ یا ترکستان متهم است. این فشار عمدتاً با مقابله با فرهنگ اسلامی و قومی، تخریب قبرستان‌ها و ابنیه اسلامی، مقابله با حجاب اسلامی و مقابله با مظاهر اسلامی مانند مساجد و قرآن و نیز کنترل جمعیت اویغورها همراه است. چین با ایجاد چنین وضعیتی برای مسلمانان اویغور که شاید بهتر از وضعیت سوریه نیست، آنها و گروه‌های حقوق بشری را به سکوت دعوت می‌کنند که مبادا سینکیانگ تبدیل به سوریه دوم شود. سعید بهاری، اخبارشیه. دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی از تهران با ما هستند. جناب دکتر سلام عرض کردم. با سلام خدمت شما و عرض تبریک روز مباهله در خدمت هستم. وقتتون بخیر جناب دکتر. آقای دکتر، گویا رئیس جمهور چین به دنبال اسلام چینی است و با اسلام کشورهای دیگر مشکل داره. نظر شما درباره این گونه نامگذاری‌ها چیه؟ میشنوید. عرض کنم خدمتتون در طول تاریخ همیشه این پسوندهای ناسواب و ناپسند بوده. اسلام آمریکایی رو شنیدیم، اسلام انگلیسی رو شنیدیم، اسلام بنی امیه، اسلام بنی العباس، همه اینها در واقع یک انحراف است. اون چیزی که حق تعالی می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام. دین یه چیزه، از آدم تا خاتم انبیا و بعد از اول اوصیا تا خاتم اوصیا و تا قیام قیامت دین یک چیز است، اون هم اسلام است و تسلیم حق تعالی بودن و بعد هم در این مسیر قیام انبیا برای اقامه قسط و عدل بوده که مردم لیقوم الناس بالقسط، مردم رو هدایت کنند تا به عدل و قسط مردم قیام کنند. این کل دین است. اما اینکه حالا در زمان آغاز انقلاب ما دیده بودیم بعضی از رجال سیاسی که بعد از انقلاب رجال سیاسی شدند و اون موقع اگه میخواستن تفسیر قرآن بگن با این رسوب تفکر سوسیالیستی و اینکه مارکسیسم علم مبارزه است، میخواستن از تفسیر قرآنشون اصول دیالکتیک رو درارن.
یا مثلا حبیب الله عاشوری کتاب توحید می نویسه که مرحوم والد ما 4 ایرادهای همین تعبیر به تعبیر حاج آقا می گفتن که دنبال این است که از قرآن و توحید هم جوری تفسیر در بیاره که بتونه مارکسیسم رو توجیه کنه. همیشه این بوده. حالا کشوری مثل چین هم دنبال اسلامی هست که برای او مفید باشد. انگلیس هم قبلا میخواست، روس هم اسلام روسی میخواد که ما دیدیم صحنه هایی رو. هر کدوم از اینها چیزی میخواهند در واقع باطل رو با حق بیامیزن و لباس حق بپوشونن بر باطل خودشون. اسلام فقط یه چیز است، طریق یکیست. حتی من بالاتر بگم، تمام فرقی که پیامبر میفرماید بعد از من 72 فرقه میشن مسلمین، ولی یکی فرقه ناجی است، اونی که در مسیر ثقلین حرکت میکنه، اونی که تابع پیامبر و آنچه تازه از حدیث قدیر و خطابه قدیر گذشته و آنچه که پیامبر ابلاغ کرد در حدیث قدیر و خطابه قدیر. اگر این مسیر رو رفتیم، این اسلام است. بقیهش برای در طول تاریخ همیشه ساختن اسلام انقلابی، حالا اینم یه طرفشه، ناب محمدی، هر چه هست از آغاز تا آخر، ان الدین عند الله الاسلام. هر کسی به این پسوندی میخواهد بیفزاید، اهدافی دارد و اغراض سیاسی دارد و طبیعتا میره تو همون فرقه های منحرف. یک فرقه ناجی است، اون که تمسک به اهل بیت، به ثقلین دارد و مسیرش رو با این معیار و میزان تطبیق میده. تشکر میکنم آقای دکتر. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دکتر مهدی خزعلی از تهران با ما بودند.